در این جلسه در مورد روش‌های آزمایشگاهی پربازده یا های تروپوت و تحت عنوان اومیکس تکنولوژی برای شما صحبت می‌کنم. این روش‌ها در واقع داده‌هایی به دست میاره که این داده‌ها برای مدل‌سازی در مطالعات زیست‌شناسی سامانه‌ای یا سیستم بایولوژی اهمیت قابل توجهی دارند. اینجور مطالعات تحت عنوان کلی large scale های تروپوت و امان اومیکس تکنولوژی شناخته میشن. حالا من در ادامه صحبت ها معمولا لارج اسکیل رو تحت عنوان بزرگ مقیاس، های تروپوت رو تحت عنوان پربازده و اومیکس تکنولوژی هم تحت همین عنوان خدمتتون صحبت میکنم. توسعه و پیشرفت فناوری در 3 دهه گذشته باعث شد که ما بتونیم ترکیبات داخل سلولی و در سطوح مختلف در این مقیاس بزرگ بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. به عنوان مثال اندازه‌گیری mRNA ها یا رونوشت های mRNA به وسیله تکنیک مایکرو‌اری یا ریزارایه. یا اندازه‌گیری پروتئین ها از جنبه‌های مختلف به وسیله روش‌های تفسنجی جرمی و یا دیگر روش‌های اومیکس که حالا جلوتر بهشون اشاره خواهم کرد، مثل متابولومیک، لیپیدومیکس و غیره. مزیت این جور مطالعات این که میتونن در واقع متغیرهای زیادی بر ما رفتار متغیرهای زیادی رو در طول یک مطالعه زیستی فراهم کنن، به عنوان مثال تحت تاثیر بیماری، تحت تاثیر یک تنش خاص یا تیمار خاص میتونن رفتار ترکیبات زیادی رو در سطوح مختلف برای ما روشن کنن که برای ساخت مدل و در واقع ساخت یک مدل با جزئیات کافی میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. در ادامه سعی میکنم هر کدوم از این روش ها رو به صورت مختصر بهشون اشاره کنم، از اونجایی که موضوع این در واقع مجموعه سخنرانی اومیکس تکنولوژی نیست، اما اونجایی که در سیستم بایولوژی از این فناوری استفاده میشه، به صورت خلاصه بعضی از تیترها و توضیحات مختصر در مورد این تکنولوژی ها اشاره خواهم کرد. خب ژنومیک از کی اتفاق افتاد؟ و البته واژه ژنوم و ژنومیک در واقع قدمت زیادی داره از موقعی که از اوایل قرن 20 این واژه ابداع شد، اما این چیزی که ما در مطالعات ژنومیکی که حال حاضر بهش اطلاق میشه، مطالعاتی که میشه گفت که با توسعه تکنیک مایکرو‌اری یا ریز آرایه آغاز شدن. خب این تکنیک یه پیش‌زمینه تکنیکی سنتی داره تحت عنوان تکنیک سادرن بلات و اونه که از بک‌گراند زیستی اومدن قطعا آشنایی دارن با این تکنیک. تو این تکنیک بعد از اینکه مجموعه از دی ان ای توسط یه روشی مثل الکتروفورز فرکشنیت شدن و توی سطح جل پخش شدن، با استفاده دیگه از دی ان ای های دیگه که تحت عنوان پراب شناسایی میشن و میتونن قطعات خاصی رو شناسایی کنن بر اساس قاعده مکمل سازی دورش دی ان ای، میتونن اون قطعه خاصمون رو تو اون مجموعه پیدا کنم و به اون نشون بده، ممکنه اون رو شناسایی کنیم و جداسازی انجام بدیم. بر اساس این در واقع تکنیک، یه جور میشه گفت توسعه این تکنیک منجر شد به فناوری ریزارایه یا ماکرو‌اری. خب انواع اقسام مختلفی داره، اما نوع غالبش که بیشتر استفاده میشه برای بررسی تعیین هویت و کمیت رونوشت ها و پروفایل mRNA بیان شده داخل سلول ها استفاده میشه. مراحل عمده‌ای که توی یک مطالعه ماکرو‌اری طی میشه شامل این مراحله که اول استخراج mRNA از نمونه زیستی مورد نظر، بعد از اینکه mRNA استخراج شد به وسیله آنزیم ریورس ترانسکریپتاز cDNA ساخته میشه، کتابخونه cDNA ساخته میشه، یعنی کامپلیمنتری DNA یا DNA مکمل mRNA ها ساخته میشه، بعد نمونه که cDNA ساخته شده رنگ‌آمیزی میشه. حالا با در واقع توی پلتفرم‌های مختلف مایکرو‌اری روش رنگ‌آمیزی متفاوتی ممکنه یک رنگی یا دو رنگی استفاده بشه،
تو حالتی که دو رنگه معمولا دو تا نمونه رو با دو تا نمونه که بخوام با هم مقایسه بشه با رنگ های مختلف رنگ قرمز و سبز رنگ آمیزی میشه، رنگ آمیزی فلورسنت. بعد از اینکه رنگ آمیزی شد مرحله هیبرید کردن. خب هیبرید کردن کجا اتفاق میفته؟ توی مایکرو‌ارری در واقع ما یک اسلاید یه چیزی شبیه لام میکروسکوپ در نظر بگیم، اسلاید شیشه از جنس سیلیکا داریم که شامل نقاطی یا در واقع چاهک های خیلی ریزی هستش که تو هر کدوم از این نقاط یه سری از پراب های دی ان ای یا پراب های نوکلئوتیدی کد شده و قرار گرفته. بعد اینکه نمونه روی این اسلاید ریخته میشه، خب هر قطعه دی ان ای یا حالا سی دی ان ای که ساخته شده و اساس قاعده مکملی میره به اون قطعه پرابی که وجود داره متصل میشه. در صورتی که دی ان ای وجود نداشته باشه، خب به اون پرابهایی که تو اون نقطه قرار دارن چیزی متصل نمیشه، از این رنگی نمیشه. اگر متصل بشه رنگی میشه. تکنیکایی که دو رنگی استفاده میشه، اگر هر دو نمونه ما اون قطعه دی ان ای خاص داشته باشن، رنگ ترکیبی اینها ترکیب در واقع ترکیب فلورسنت قرمز و سبز رنگ ترکیبش در واقع تو طیف زرد رنگ قرار میگیره. همونطور که تو این تصویر شما مشاهده میکنین، تصویر از یک اسلاید قسمه تصویر اسلاید که نقاطی که سبز رنگه نشوننده وجود اون قطعه سی دی ان ای خاص یا به عبارت ام ار ان ای خاص توی یکی از نمونه هاست. نقاطی که قرمز رنگه مثل این نقاط وجود اون قطعه توی نمونه دیگه است و نقاطی که تو طیف زرد رنگه حالا ممکنه به سبزی بخوره یا به قرمزی بخوره نشوننده وجود سی دی ان ای یا ام ار ان ای تو هر دو نمونه است، اما به حسب میزان سی دی ان ای تو هر کدوم از نمونه ها این رنگ به رنگ قرمز متمایل میشه، به رنگ سبز اگه برابر باشه خب مثلا زرد رنگ میشه، مثل مواردی که شما اینجا مشاهده میکنید. خب بعد اگه هیبرید سازی انجام بشه، باید این در واقع وسیله حالا دتکت نور فلورسنت این اسلاید ما رنگی میشه و نمایش داده میشه. مرحله بعدی که در واقع آنالیز این داده هاست، مفصل مفصلی که جلوتر بهش میپردازم. پس همونطور که خدمتتون عرض کردم، هر نقطه‌ای که شما اینجا مشاهده میکنید نشوندنده یک ژن، در واقع نشوندنده یه سری از پراب هاست که اون پراب ها یک ژن مشخص رو شناسایی میکنن. البته این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا بسته به نوع اسلایدی که استفاده میشه و طراحی پراب ها یا پرایمرهایی که میتونن اون قطعه نوکلئوتیدی رو شناسایی بکنن، ممکنه چند نقطه یک ژن رو شناسایی بکنن. به عنوان مثال برای اینکه ژن X رو ما شناسایی بکنیم، در کل اسلاید چندین نقطه به صورت کاملا با توزیع یک نواخ برای اون ژن خاص اختصاص داده میشه تا بتونیم در واقع از یه سری از بایاس‌ها یا خطاهایی که مرتبط میشه به ارتباط فیزیکی نمونه با این هر کدوم از این اثبات‌ها جلوگیری بشه و بتونیم در واقع به صورت دقیق‌تری بیان یک ژن خاص رو پیش‌بینی بکنیم. و رنگ هر کدوم از این اثبات‌ها نشون دهنده میزان اون cDNA درون هر کدوم از نمونه هاست که با این کار میتونیم آنالیز کمی رو انجام بدیم. خب تکنیک های دیگه ای که تو مطالعه ژنومیک استفاده میشه تحت عنوان کلی توالی‌یابی ژنوم یا ژنوم وایز سکوئنسینگ شناخته میشه. خب نسل اول اینها در واقع همون تکنیک سنگر بود. اگه خاطرتون باشه یه خلاصه در مورد بحث توالی‌یابی ژنوم انسان صحبت کردم که سال 1990 شروع شد با تکنیکایی که اون موقع وجود داشت که نسل اول توالی‌یابی ژنوم تلقی میشه. پیش بینی شده بود که 13 ساله این پروژه به پایان میرسه، اما خب نسخه بعدی اومد که ابتدا تحت عنوان نکست جنریشن شناخته شد، اما خب اونم دوباره دیولپ شد. نکست جنریشن تبدیل شد به سکند جنریشن و سرد جنریشن در واقع نسخه بعدی بودن که حالا این دوتا نسخه تحت عنوان دیپ سیکوئنسینگ هم میشناسن. این عبارت به این معناست که در واقع قطعه‌ای که ما می‌خوایم توالی‌یابی بکنیم چندین بار تو تکرارهای مختلف توالی‌یابی میشه تا دقت کار افزایش پیدا بکنه. در واقع اون قطعه و یه منطقه خاصی که می‌خوایم توالی‌یابی بشه تکثیر میشه، بعد این تکثیر شد به صورت رندوم تیکه تیکه میشه که این تیکه‌ها ممکنه با هم دیگه همپوشانی داشته باشن و همه اینا توالی‌یابی میشه تا بتونیم در واقع قطعه اولیه رو توالیشو به دست بیاریم. خب این خودش مبحث مفصلیه که در اینجا بیشتر از این بهش نمیپردازیم. مطالعاتی که در واقع بعد از توالی‌یابی ژنوم معمولا استفاده میشه
مطالعات متنوعی یا نتایج مختلفی میگیرن، مثل بحث پلیمورفیسم تک نوکلئیدی یا SNP سینگل نوکلئوتید پلیمورفیسم، که تو بحث دشه نقطه یا تک نوکلئوتیدی اهمیت داره، یا تنوع تعداد نسخه یا CVN کپی بای نامبر، بحث ایزومرها و بحث جن دوپلیکیشن اهمیت داره، بحث تولیابی جنوم، تولیابی اگزوم ها همطور که حالا پیش نیاز زیستشناسی مولکولی اطلاع داری، امارین ها بعد اینکه یه رونوشت امارینه بعد اینکه از یک ژن خاص رونویسی میشه، قبل از اینکه اون رونوشت یا امارینه تبدیل به پروتئین بشه، قطعاتی تحت عنوان اینترون ها از داخل امارینه حذف میشن و قطعات باقی مانده تحت عنوان اگزون ها به همدیگه متصل میشن و اون توالی اگزون های پشت سر هم هستش که میتونه ترجمه بشه و پروتئین رو تشکیل بده. خب ما برای اینکه به جای اینکه بیایم تمام ژنوم رو توالیابی کنیم تا بتونیم در مورد پروتئیناش اطلاع پیدا بکنیم، در واقع یه جوری ساده تر هست اینکه به جای اینکه کل ژنوم توالیابی بشه، فقط توالی اگزون که با در واقع انتها و ابتداشون با یه سری توالی های نشانگری قابل شناسایی است، فقط اون قطعات رو در واقع توالیابی بکنیم. دسته مطالعات به اینجور توالیابی ها اختصاص داره و مطالعه دیگه هم که اهمیت قابل توجهی مخصوصا حالا تو زیستشناسی سامانه‌ای تو بحث شبکه های تنظیم ژن داره، بحث مطالعات چیپسه که میتونید مشاهده بکنید. تو این جور مطالعات میخوایم قطعاتی از دی ان ای رو توالیابی بکنیم که پروتئین ها بهش متصل میشن، مثل هیستون ها یا پروتئین های ترانسکریپشن فاکتور بهش متصل میشن و حالا اتصال اون پروتئین ها به اون قطعه رفتار رونویسی از اون یا بیان اون ژن ها تحت تاثیر خودش قرار میده که شناسایی اون قطعات میتونه تو بحث تنظیم ژن اطلاعات مفیدی به ما بده. تو همونجوری که تو این تصویر میبینین دی ان ای طوری قطعه قطعه میشه که پروتئین هایی که متصلن به اون ازش جدا نشن، بعد از این قطعه قطعه شد تاثیر یه سری از آنتی بادی ها که تصویر مشاهده میکنین، پروتئین ها همراه با دی ان ای که بهشون متصلن در واقع استخراج میشن، قطعاتی که دی ان ای بهشون متصل نیست در واقع دگرده میشن و حذف میشن از سیستم. در مرحله بعد پروتئین ها رو از دی ان ای جدا میکنن و حالا پروتئینشو اونجایی که آنتی بادی اختصاصی برای ساخته شده میدونن چه پروتئینیه، اون قطعه دی ان ای که بهش متصل هستش و اونو میان توالیابی انجام میدن. دوره تو این تکنیک ما به عبارتی نمیایم کل ژنوم رو توالیابی کنیم، میایم اون قسمت های خاصی از ژنوم که برای ما یه معنی خاصی داره تو بحث تنظیم ژن، اونا توالیابی میشه که تحت عنوان تکنیک چیپسه شناخته میشه. خب تکنیک دیگه ای که تو مطالعات ژنومیک استفاده میشه و امروزه بیشتر ازش یاد میشه و خیلی از مطالعات داره از این تکنیک استفاده میشه به خاطر دقت و کیفیت بالای نتایجش، تکنیک RNA-Seq. تو این تکنیک روندی که طی میشه برای اینکه استخراج mRNA صورت گرفت، ساخت cDNA، cDNA شکسته میشن و تکثیر میشن و توالیابی از اونها صورت میگیره و در نهایت تحلیل داده‌ها. اون تکنیک خیلی دقیقه و میتونیم نتایج کمی با کیفیت بالایی به دست بیاریم، مخصوصا برای ژن‌هایی که بیانشون خیلی کمه و میزان mRNA ها به میزان خیلی کمی هستند. به خاطر همین مزیت‌ها، همچنین به خاطر علت که در واقع یه جور روش دیپ سیکوئنسینگ و در واقع توالیابی با دقت خیلی بالایی انجام میشه، به خاطر این مزیت‌ها باعث شده که تقریبا جایگزین روش مایکرو اری بشه. خب تو روش مایکرو اری ما هرچی آنالیز کمی یا حتی تعیین هویتی که میکنیم مرتبط با هیبریدیزاسیون بین دو تا قطعه دی ان ای و حالا اون پراب نوکلئوتیدی که موجوده و کد شده رو سطح اسلاید، و آنالیز کمی هم با بسس به میزان رنگ فلورسنت، خب خطای خوندن تو بحث دتکت نور فلورسن بحثای خاص خودشو داره. اما تو بحث RNA-Seq دیگه ما یه سری از استپایی که تو ماکرالی داریم نداریم و به صورت مستقیم‌تر داریم میزان mRNA هایی که موجود هستن رو میسنجیم و اونا رو شناسایی میکنیم. این هم آنالیز کمی هم تعیین هویت رو میتونیم به صورت همزمان با دقت بالایی انجام بدیم، گرچه خب یه مقدار از لحاظ هزینه این تکنیک از ماکرالی گرون‌تره، اما خب روند رو به رشد تکنولوژی و فناوری بحث سیکوئنسینگ باعث شده که به تدریج هزینه ها کمتر بشه و پیش بینی که در آینده نزدیک جایگزین ماکرو اری میشه. مضافا بر اینکه با این تکنیک ما میتونیم توالیایی که در تحت عنوان اسپلایسینگ وریانس
شناخته میشن، به وسیله این تکنیک شناسایی کنیم و حتی دیگر انواع RNA ها، RRNA، siRNA و miRNA با این تکنیک میشه به صورت دقیق شناسایی کرد، مواردی که تو ماکرواری ما این امکانو خیلی نداریم یا لااقل با این دقتی که در RNA-seq انجام میشه نداریمش. با مطالعات دیگه‌ای که تحت عنوان مطالعه جنومیک شناخته میشه به این ترتیب میشه نام بود، به عنوان مثال مطالعات مرتبط با متیلاسیون دی ان ای که تحت عنوان کلی اپیژنتیک یا اپیژنومیکس هم شناخته میشه. خب همطور که از بک‌گراند زیست‌شناسی خیلی از مخاطبان اطلاع دارند، متیلاسیون توالی‌های خاصی درون دی ان ای باعث میشه که در واقع بیان اون ژن‌ها مهار بشه و در واقع با اضافه شدن یک گروه متیل به نوکلئوتید سیتوزین در دی ان ای اون در واقع تو نواحی بالادستی ژن که تحت عنوان پروموتور یا نواحی نزدیک به پروموتور شناخته میشه، واسه اینکه ترانسکریپشن فاکتور یا عامل رونویسی خاص اون ژن نتونه تو اون منطقه بشینه و نتونه آر ان ای پلیمراز رو به اون منطقه هدایت کنه، در نتیجه بیان ژن مهار بشه و به این طریق در واقع ما اون پروتئین رو نداشته باشیم. در واقع یک مرحله تنظیمی خیلی مهمی هستش که قابل به ارث رسیدن هم هستش. خب دسته از مطالعات به بررسی اپیژنتیک یا نواحی متیلاسیون متیل شده در اون ژن میپردازند. اصول کلی این مطالعات تحت عنوان بیسولفید سکوئنسینگ شناخته میشه. ماده شیمیایی هست که میتونه سیتوزین هایی که متیل نیستن رو به نوکلئوتید یوراسیل تبدیل بکنه و اونایی که متیل هستن خب به یوراسیل تبدیل نمیشن. توالیابی که انجام میشه هر جا که یوراسیل دتکت شد به این معنیه که ما اونجا متیلاسیون نداریم، اما اگه سیتوزین دتکت شد به معنی اینکه اونجا متیلاسیون اتفاق افتاده. اینجوری میشه در مورد بیان اون ژن و اینکه آیا اون ژن به پروتئین تبدیل میشه و حالا اون فنوتیپی که ما مشاهده میکنیم ناشی از وجود یا عدم اون پروتئینه میشه اونو در واقع ردیابی کرد. دسته دیگر از مطالعات جنومی مربوط به مطالعات مایکرو آر ان ای هستش. توالیای کوتاهی از آر ان ای هست تحت عنوان مایکرو آر ان ای که معمولا 21 تا 25 نوکلئوتیده. این توالی هم توانایی تنظیم دارن تو سطح بیان ژن ها به این ترتیب که این توالی ها میتونن بعضی از ام آر ان ای هایی که رونویسی ازشون انجام شده دارن میرن به سمت ترجمه، اونا رو شناسایی کرده بهشون هیبرید میشه و متصل میشه. همونطور که تو این تصویر مشاهده میکنید بعد از هیبریدیزاسیون بیان اون ژن مهار میشه و این mRNA نمیتونه به ریبوزوم متصل بشه و ترجمه نمیشه به پروتئین. انواع مختلفی داره، تو بعضی از موارد یه کمپلکسی به نام کمپلکس دایسر هم میچسبه به این مولکول هیبرید RNA و کلن mRNA رو تجزیه میکنه. واقعا یه سطح دیگه از تنظیم بیان ژنی که تحت عنوان ماکرو آر ان ای ها شناسایی میشه. خب برای اینکه بتونیم این قطعات رو شناسایی کنیم بعد از اینکه آر ان ای ها استخراج شدن کل آر ان ای سلول یه قربالی میکنیم از آر ان ای هایی که تولیشون کمتر از مثلا 25 نوکلئوتیده، اونا در واقع فیلتر میشن از مجموعه و بقیه مراحل توالیابی مشابه آر ان ای سک براشون انجام میشه. به این طریق میتونیم ماکرو آر ان ای های موجود درون سلول رو مطالعه بکنیم. مضافاً بر این که هر کدوم از این مایکرو‌آرن‌ها میتونن تعداد زیادی از ژن‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن و در واقع کنترل کنن بیانشون رو، این باعث میشه که در واقع اطلاعات به دست اومده از این حالت‌های ترکیبی مختلف توی مدل‌سازی متداول از سیستمز بیولوژی میتونه خیلی اهمیت داشته باشه و تو بحث نتورکینگ قبلا به خدمتتون اشاره کردم اهمیت قابل توجهی داره. اما چرا ما میایم این اندازه‌گیری دقیق توی حالا انواع مختلف انجام میدیم و برای درک ما از سامانه چه کمکی میتونن به ما بکنن؟ نیازه که یه یادآوری بکنم که ما فنوتیپی که مشاهده میکنیم در سلول سالم یا سلول بیمار پیش‌فرض کلی مطالعات زیست‌شناسی سلول مولکولی تحت عنوان سنترال دوگما، فنوتیپ ما ناشی از وجود یک پروتئین در اکثر موارد. اون پروتئین از کجا به وجود اومده؟ از یک mRNA که اون پروتئین ترجمه شده و mRNA هم با توجه به اطلاعات موجود به ژنوم رونویسی شده. خب پس اگه ما اطلاعاتی از ژنوم موجودات داشته باشیم، حالا در سطح DNA یا در سطح RNA، میتونیم وجود پروتئین های خاص که عملکرد خاصی دارن بهش پی ببریم و در سطح وجود اون پروتئین ها در مورد فنوتیپی که ممکنه به وجود بیاد یا توجیه فنوتیپی که وجود اومده رو به خوبی انجام بدیم. در واقع میشه گفت قسمت زیادی از اطلاعاتی که منجر به بروز یک فنوتیپ میشوند در ژنوتیپ موجود هستش و همین بررسی بیان ژن‌ها، بررسی توالی هویت ژن‌ها، میزان بیان ژن‌ها، همه اینا میتونه کمک کنه در راستای توجیه و تفسیر فنوتیپی که مشاهده میکنیم.
که حالا انواع مختلفی که خدمتتون عرض کردم، ما میتونیم فعالیت این پروتئین‌ها در سطح خود ژنوم، در سطح mRNA، در سطح در واقع قسمت‌های تنظیمی مثل متیلاسیون، اپیژنتیک یا ماکرو RNA مورد مطالعه قرار بدیم. به عنوان مثال اگه ما یک ژن جهش یافته پیدا بکنیم به علت وجود یک جهش نقطه‌ای درون یک توالی ژن مثل ژن RAS که فعالیت این پروتئین تحت تاثیر قرار میده و توی سرطان ریه و سرطان کلون مشاهده شده که پروتئین RAS در واقع حاوی همچین جهشی است، و اگه ما بتونیم توالی RAS را شناسایی بکنیم توی افرادی که داره این بیماری هستن، اگه ما بتونیم توالی RAS را شناسایی کنیم توی افراد مختلف، میتونیم به وجود همچین بیماری یا این فنوتیپی که یک بیماری تحت عنوان سرطان پی ببریم. انواع مایکرو RNA یا miRNA های مختلف رو در یک نمونه زیستی به دست بیاریم، میتونیم بفهمیم چه پروتئین‌های بیانشون کاهش پیدا کرده و چه پروتئین‌های افزایش پیدا کرده، یعنی چه پروتئین بیانشون کاهش پیدا کرده و چه پروتئین‌های افزایش پیدا کرده. به این ترتیب میتونیم در مورد فنوتیپش پیش‌بینی‌هایی رو انجام بدیم. اما دسته دیگه از مطالعات اومیکس یا مطالعاتی که اثر فناوری اومیک به دست اومده تحت عنوان کلی پروتومیکه. خب پروتومیک چیزی مشابه همون ژنومیکس اما در مورد پروتئین‌ها. دیگه از سطح اسیدهای نوکلئیک خارج می‌شیم، وارد سطح پروتئین‌ها می‌شیم. این مقدار این مطالعات مستقیم‌تره، برای اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم توی اکثر فرآیندهای زیستی و فنوتیپ سلولی که ما مشاهده می‌کنیم مستقیم مرتبط میشه با پروتئین‌هایی که درون اون سلول یا موجود زنده وجود دارن و فعالیت اون پروتئین‌ها به چه صورته، افزایش فعالیت یا کاهش فعالیتشون. و مطالعات پروتومیکس میتونه به طور مستقیم این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده. اما خب سختی‌ها و مشکلات خاص خودشو داره که در مقایسه با مطالعات ژنومیک میشه حالا اونا رو بهش اشاره کرد. به طور کلی مطالعه پروتومیکس به وسیله تکنیک تفسنجی جرمی یا مس اسپکترومتری میتونه تعداد زیادی از پروتئین‌ها رو به صورت اتوماتیک شناسایی و آنالیز مختلف کمی بهشون انجام بده. به عبارت دیگه مطالعات پروتومیک به علت توسعه و پیشرفت تکنولوژی ما در زمینه تکنیک مس اسپکترومتری اتفاق افتاد. به علت وجود مس میتونیم در مورد پروتئوم، مجموعه پروتئین هایی که توی شرایط زمانی مکانی خاص در یک نمونه زنده وجود داره اطلاع پیدا بکنیم. توی این تکنیک پروتئین ها بعد از اینکه حالا با روش های فرکشنیشن مختلف وارد این دستگاه شدن، پروتئین ها وارد فاز گازی میشن و توی این میدان الکترومغناطیسی خاصی حرکت میکنن. بر اساس سرعت حرکتشون که ناشی از وزنشون و باریه که اون پروتئین ها با خودشون حمل میکنن، میشه در واقع جرم مولکولی اون قطعات رو به دست آورد و بر اساس جرم مولکولی توالیابی میکنن که از چه اسید آمینایی تشکیل شده. خب یه سری مراحل که شما اینجا میبینین، واقعا مراحل سامپل پریپریشن و فرکشنیشن میشه نامگذاری کرد. تو مرحله سمپل پریپریشن سعی میشه که از نمونه زیستی پروتئین ها استخراج بشن و بقیه مولکول ها حذف بشن که حالا بسته به نوع نمونه جزئیات خاص خودشو داره. در مرحله بعد یا تحت عنوان فرکشنیشن یا سپریشن جدا سازی سعی میشه اون مجموعه پروتئین که خیلی کامپلکس و خیلی پیچیده و از انواع مختلف از پروتئین ها تشکیل شده به یه فرکشن ها یا بخش های با کامپلکسیتی کمتر تقسیم بندی بشه تا تک تک اونها رو بشه شناسایی کرد. خب روش های مختلفی هست که تحت دو عنوان کلی جل فری و جل بیست شناسایی میشه. روش های جل فری معمولا از انواع روش های مختلف کروماتوگرافی جداسازی در فاز مایع استفاده میشه، همون در روش های جل بیست معمولا از انواع روش های مرتبط با الکتروفورز پروتئین ها استفاده میشه. بعد اینکه دو تا مرحله انجام شد و پروتئین ها تفکیک شدن، توی روندی که حالا توی این تصویر مشاهده میکنین تحت عنوان باتم آپ پروتومیکس شناخته میشه، توی این روند پروتئین ها دایجست میشن، تبدیل به پپتاید میشن. خب همونطور که میدونین پروتئین ها مولکول های بزرگی هستن و اینکه بتونیم هر پروتئین با ابعادی که داره وارد فاز گازی بشه خب مشکلات خاص خودشه داره، گرچه روش های تحت عنوان تاپ داون پروتومیکس اخیراً توسعه یافته میتونن در واقع هر مولکول پروتئین رو وارد فاز گازی کنن بدون اینکه خوردش کنن. اما اون چیزی که متداوله روش باتم آپه که پروتئین ها رو خرد میکنن
و پپتاید هایی که حاصل میشه اونها رو وارد فاز گازی میکنن. قبل از اینکه وارد فاز گازی بشه اون پپتاید ها، خب اگه مجموعه پروتئین ما 5 تا پروتئین توی یک فرکشنی وارد دایجست بشن با هم دیگه، به طور متوسط بین 20 تا 50 تا پپتاید برای هر کدوم از اون پروتئین ها ایجاد میشه که خب این دوره کامپلکسیتی افزایش پیدا میکنه توی این مرحله به ناچار توی رویکرد باتم اپ پروتئومیکس. دوباره ما نیاز به یک مرحله فرکشنیشن داریم تا پپتایدها رو هم تا اونجای ممکن است سادهش کنیم و پیچیدگیشو کمتر بکنیم. بعدش وارد دستگاه مس میشه، به این معنی که وارد دستگاه مس شد هر کدوم از اون پپتایدها وارد فاز گازی میشن و توی میدان الکترومغناطیسی حرکت میکنن. اونطور که خدمتتون دارم در مورد اونا مورد بررسی قرار میگیره. یه مرحله دیگه که معمولا در مطالعات باتم اپ پروتئومیکس و روش تندم مس شناخته میشه تحت عنوان MSMS یا تندم مس آیدنتیفیکیشن شناخته میشه. توی این مرحله پپتایدهایی که هر کدوم وارد فاز گازی شدن وزن مولکولیشون رو بر حسب باری که دارن به دست آوردیم، هر کدوم اونها دوره تحت عنوان حالا روش مختلف تکه تکه کردن یون ها در فاز گازی به وسیله لیزر یا وسیله مولکول های هلیوم یا غیره تکه تکه میشه. دوره اون تکه تکه ها تو همون میدان حرکت داده میشه و بعض هر کدوم از اون تکه ها جداگانه دوره به دست میاد. به این طریق ما میتونیم توالی پروتئین ها رو به طور دقیق شناسایی کنیم و توالی یابی پروتئین انجام بشه. و یه مرحله دیتا آنالایزیس داره که مختص داده های خاص به دست اومده از مس اسپکترومتریه و یه مرحله در واقع تحلیل داده های پیچیده‌تر داره که مختص پروتئین هاست که حالا وارد جزئیاتش نمیشم. یه قسمت هایش خیلی شبیه به تحلیل داده های ژنومی که تو بحث حالا داده های کمی بیان پروتئین ها، اما خب قسمت های خاص خودش رو داره که حالا بحثش جای دیگه ایه. خب همینطور که تو این تصویر سمت راست این شکل مشاهده میکنین، حالا بعد از اینکه پروتئین ها تکه تکه شدن وارد یه محلف رکنیشن پپتایدی صورت گره وارد مس شدن، همونطور که خدمتتون عرض کردم پروتئین ها ام به زی شون جرم مولکولی به باری که دارن و شدتی که از هر کدوم از اونها مشاهده شده، شدت میزانی که از هر کدوم مشاهده شده یا اینتنسیتی تو این نمودار مشخص میشه. و تو مرحله تندم مس هر کدوم از این پیکایی که شما اینجا مشاهده میکنی اگه ما بخوایم اونا رو بیشتر مطالعه کنیم در واقع اون پیکی باشه که مورد نظر ماست به وسیله روش تندم مس خرد میشه. به عنوان مثال این نموداری که شما این پایین میبینید ناشی از خرد شدن یکی از پیکایی که نشون دهنده یک پپتایده به قطعات مختلف که هر کدوم از اینا ممکنه پپتایدها با طولای مختلف باشن، اون وقت بر اساس تفاوت جرم مولکولی یا تفاوت امبزی هر کدوم از این قطعات با همدیگه میشه توالی پروتئین ها رو، توالی اون پپتید مشخص رو به دست آورد. از جمع توالی پپتیدها توالی کل پروتئین به دست میاد. حالا تو این قسمت پایینم آنالیز های کمی که مربوط به میزان هر کدوم از این پروتئین ها میشه به صورت شماتیک نمایش داده شده. پس با دستگاه تفسنجی جرمی و مطالعات پروتئومیک ما پروتئین ها شناسایی میکنیم، میتونیم پروتئین ها رو در کمپلکس های پروتئین هم شناسایی کنیم. در واقع پروتئین که با هم دیگه اینتراکشن دارن رو میتونیم به این روش شناسایی کنیم، به این صورت که اون دو تا پروتئین که با هم اینتراکشن دارن با هم دیگه وارد مس میشن، پپتایدشون در واقع تبدیل به پپتاید میشن و شناسایی میشن. بعد اینکه شناسایی شدن متوجه میشیم که کدوم دو تا پروتئین با هم دیگه اینتراکشن داشتن که روش فرکشنش خاص خودشون مورد برای این کار نیاز داریم. و همینطور با اصل مطالعات پروتومیکس میتونیم تغییرات پس ترجمه یا پست ترانسکریپشن و مودیفیکیشن رو تحت عنوان کلی PTM شناسایی کنیم. به این معنی که یه گروه شیمیایی خاص مثل استیله، متیله، گروه قندی وقتی به پپتایدی که اینجا تکه تکه شده متصل باشه وقتی وارد مس میشه خب وزن مولکولیش تغییر میکنه، با همون پپتاید بدون اون گروه قطعا واقع امبزیشون وزن مولکولی و بارشون تغییر میکنه. به این ترتیب حالا با الگوریتم‌های خاص بیوانفورماتیکی از این طیفایی که به دست میاد میتونیم شناسایی کنیم که چه در واقع PTMی روی اون پروتئین اتفاق افتاده و حالا فانکشن چجوری تحت تاثیر قرار گرفته مورد مطالعه قرار بگیره.
چرا به مطالعات پروتومی نیاز داریم؟ توی دو سه تا اسلاید قبلی در واقع بخش زیاد اتفاقاتی که تو فنوتیپ میفته با دونستن اطلاعات موجود در ژنومیک یا ژنوم میتونیم بهش برسیم، اما بخش زیادی از اونها رو نمیتونیم برسیم. علتشو از یک مطالعه که روی سندرم دان انجام شده خدمتتون توضیح میدم. همونطور که مشاهده میکنین تو این نموداری که از این مطالعه به دست اومده در مجله مولکولار سیستمز بایولوژی، اومدن میزان دی ان ای، آر ان ای و پروتئین های یه سری از افرادی که دچار سندرم داون بودن رو مورد مطالعه قرار دادن. همونطور که میدونین تو این سندرم یکی از کروموزوم ها در واقع به جای که دو نسخه ازش باشه سه نسخه ازش موجوده. همونطور که تو این نمودار مشاهده میکنین میزان ژن هایی که مرتبط با کروموزوم 5 بودن نسبت به بقیه کروموزوم ها میزانش افزایش شده و اینجا کاملا مشخصه. و بقیه کروموزوم ها دو نسخه ازش موجوده و حالا تو این نموداری که نرمالایز شده روی محور افقی قرار گرفته، اما کروموزوم 5 چون که سه نسخه ازش موجوده میزانش افزایش پیدا کرده. پس ما از یک سری از ژن ها زیادتر داریم. وقتی که زیادتر داریم خب قاعدتا انتظار این که از اون ژن ها رونویسی بیشتری اتفاق میفته و ام ار ان ای بیشتری ازش داریم و متقابلا پروتئین های بیشتر. در ادامه مطالعه اینا اومدن میزان mRNA ها رو در واقع روی این mRNA های مرتبط با هر کدوم از این کروموزوم ها رو مطالعه کردن. همونطور که اینجا شما دوباره مشاهده میکنین mRNA هایی که مرتبط با کروموزوم 5 هستن کلن میزانشون افزایش پیدا کرده و خب اون پیشبینی ما تایید شده تا این مرحله که از اونجایی که ژنش بیشتر بوده خب رونویسی بیشتری ازش صورت گرفته و ما شاهد رونویسی های بیشتری از mRNA هستیم نسبت به بقیه کروموزوم ها که حالا تو بقیه کروموزوم ها ما تغییرات خیلی فاحشی شاهد نیستیم، اما در مورد کروموزوم 5 همونطور که مشاهده می‌کنید اکثر mRNA ها یا نسخه های RNA میزانشون افزایش پیدا کرده که توی نمودار قابل مشاهده است. خب انتظارش این که پروتئین ها افزایش پیدا کنه، اما چیزی که مشاهده کردیم برخلاف اونه. همونطور که توی نمودار آخری نشون داده شده خب تعداد پروتئینی که افزایش پیدا کردن خیلی کمتر از نسخه های RNA متناظرشون بود که افزایش پیدا کرد. تقریبا میشه گفت رفتار پروتئین های مختص به کروموزوم 5 تقریبا شبیه بقیه کروموزوم هاست و اون نسبتی که در مورد DNA وجود داشت و متعاقبش RNA در مورد پروتئین مشاهده نمی کنیم. تو این نمودار توضیح پروتئین ها رو بر اساس میزان افزایششون نمایش داده شده. نمودار اول تمام کروموزوم ها غیر از کروموزوم 5 که خب هم از همشون دو نسخه وجود داره، همونطور که مشاهده کنید میزان mRNA، میزان mRNA و میزان پروتئین تقریبا شبیه یک توزیع نرمالی که و شبیه به همدیگه که توزیع mRNA و پروتئین تقریبا میانگینشون نزدیک به همه و هولوش صفره. یه دیگه حالا بیانشو کمتر شده یه افزایش پیدا کرد، اما در مورد کروموزوم 5 این رفتار متفاوته. اما همونطور که در این نمودار مشاهده میکنید نسبت mRNA هایی که افزایش پیدا کرده با نسبت به پروتئین های متناظرشون متفاوته. تو این قسمت نمودار قابل مشاهده است که در واقع این نشون میده که مطالعات پروتومیک به تنهایی خودش اهمیت جداگونه ای داره، گرچه با مطالعات ژنومیک متوجه شدیم که یک کروموزوم بیشتر داره و بیان یه سری از mRNA ها افزایش پیدا کرده. اما با این اطلاعات نمیتونیم به درستی در مورد فنوتیپ توضیح بدیم که چرا حالا مثلا فنوتیپ خاصی که توی افراد مشاهده میکنیم ایجاد شده، چون که خیلی از mRNA که افزایش بیان داشتن و توی نمودارها مشاهده کردیم پروتئینش بیان نشده و پروتئینش ترجمه نشده و اینکه ترجمه نشده خب قطعا خب فنوتیپ هم دست از mRNA که افزایش داشتن اما پروتئینش وجود نداره از اونها ناشی نمیشه. این مطالعه از جمله مطالعاتی بود که نشون داد که بیان mRNA های سلول های موجودات در خیلی از موارد با پروتئین های متناظرشون کورلیشن ندارن و همبستگی مثبتی ندارن. در بعض موارد ما وجود داره که mRNA میزانش زیاد شده اما پروتئین میزانش تغییر نکرده و حالا فنوتیپی که ما انتظار داریم و نمیتونیم مستقیما از آنالیز کمی mRNA به دست بیاریم. دسته دیگر مطالعات اومیکس تحت عنوان متابولومیک شناخته میشه. تقریبا مشابه تعریفی که برای پروتومیک داشتیم در مطالعات متابولومیک سعی میشه تمام متابولیت های
موجود در یک سیستم زنده در شرایط مکانی و زمانی خاص شناسایی بشن. شناسایی این متابولیت ها خیلی شبیه به شناسایی پروتئین هاست، از این جهت که در دسته عمده ای از مطالعات متابولومیک از روش تفسنجی جرمی استفاده میشه، اما خب حالا با روش فرکنشن و سمپل پریپریشن متمایز. یه دسته از مطالعات هم که حالا شاید خیلی مثل مطالعات تفسنجی جرمی های تروپود یا پربازده نباشن، مطالعاتی که از تکنیک NMR استفاده میشه که به اون طریقا میتونید دسته یا متابولومی موجود در یک سیستم زنده شناسایی بکنید. اما چرا متابولومی که اهمیت داره؟ خیلی از فناتیپی که ما مشاهده میکنیم بر فرآیندهای سلولی ناشی از واکنش ها یا وجود پروتئین های تحت عنوان آنزیم ها اتفاق میفته. آنزیم ها یه سری از سوبسترا رو که سوبسترا میتونه غیر پروتئینی باشن و تبدیل به سری پروداکت ها میکنن که اون پروداکت ها به عنوان مثلا یه لیگاند خاصی یا یک هورمون خاصیه که یه فناتیپ مشخصی و در واقع ناشی از وجود اون لیگاند هاست. و این لیگاندها خیلی هاشون منشأشون پروتئینی نیست، متابولیتی هستن و در واقع فناتیپ خیلی تحت تاثیر متابولیت ها میتونه قرار بگیره. مثالش که تو این تصویرم به صورت شماتیک بهش اشاره شده این که ممکنه مثلا یک تغییر کوچک در اون توالی دی ان ای یا همون جهش نقطه‌ای باعث بشه که پروتئینی که تولید میشه این پروتئین میزانش تغییر نکنه، اما میزان فعالیتش تغییر بکنه. اینکه به صورت اختصاصی به یک سوبسترا بچسبه، این در واقع تمایلش به چسبیدن به سوبسترا و انجام اون واکنش که قبلا در حالت طبیعی توی شرایط متفاوتی انجام میداد اون واکنش افزایش پیدا بکنه. در واقع یه سری تغییراتی که تو ژنوم موجوده و حتی در پروتئوم هم میشه اونا ردیابی کرد که بفهمیم توالی پروتئین تغییر کرده، اما فعالیت اون پروتئین رو در میزان متابولیت ها میتونیم تعقیب کنیم و ردیابی بکنیم. اینکه آیا فعالیت پروتئین به خاطر اون تغییر خیلی کوچیک تغییر کرده یا نه، میزان متابولیت هاست که به ما این اطلاع رو میده. از طرف دیگه ممکنه بیان یه ژنی افزایش پیدا بکنه، متعاقبش حتی بیان پروتئین ها و در واقع فرآیند ترجمه به صورت مستقیما تاثیر اون افزایش پیدا کنه و ما از یک پروتئین زیاد داشته باشیم، اما دیده شده که متابولیتش افزایش تغییر نکرده. یعنی اون فرآیندی که اون پروتئین کنترل میکرد و به عنوان مثال کاتالیزش میکرد، اون فرایند محصولاتش تغییری نکردن. خب این موارد هم میتونه ناشی از وجود در واقع واکنش‌های دیگه که میتونه فرض کنیم متابولیت با وجود که زیاد شده اما توی واکنش دیگه ای هم که پروتئین‌ها تو اون زیاد شده مصرف شده و میزان متابولیت تغییر نکرده، از این رو فنوتیپ هم تحت تاثیر خیلی قرار نگرفته چون یه جایی توی سیستم موجود زنده جبران شده این افزایش. خب این میزان متابولیت‌ها میتونه به ما در واقع به این نکته اشاره کنه که فنوتیپی که ما داریم مشاهده می‌کنیم تحت تاثیر اون پروتئین خاص که افزایش بیانش شاهد بودیم قرار نگرفته. پس تمام این حالات مختلف در واقع مشاهده شده، از این رو مطالعات متابولیک اهمیت خاص خودش داره تحت عنوان کلی هموستازی موجود زنده. یه جوری ردیابیش واسه متابولیت ها در واقع یک ردیابی مستقیم تری نسبت به مطالعات پروتومیکس و ژنومی. خب مبحث بعدی که شاید میشه گفت که قسمت بزرگی از تمام مطالعات فناوری اومیک به خودش اختصاص میده، تحلیل داده های اومیک یا تحلیل مجموع داده های بزرگ لاجسکه که در واقع شرایط خاص خودشون دارن که با آنالیز ها و تحلیل های عمومی داده های دیگه زیستی تفاوت های خاص خودشون دارن. یکی از مهمترین تفاوت ها تو اینجور مطالعات این که متغیرهایی که مورد مطالعه قرار میگیرن میزانشون خیلی زیاده. مثلا در مطالعات ژنومیک ممکن شما 25,000 تا پراب مختلف روی اسلاید داشته باشید تا بتونید بیشتر از 10,000 تا ژن مطالعه کنید. در مطالعات پروتئومیکس گزارش‌های مختلفی شده که تا 5,000 تا پروتئین رو توی مطالعه شناسایی کرده. پس یکی از مهمترین تفاوت‌ها وجود تعداد زیاد از متغیرهاست که معمولاً این تعداد از تعداد نمونه‌ها بیشتره. یعنی در واقع شما ممکنه حالا در بهترین شرایط 100 یا 200 تا نمونه مختلف بگیری، اما توی این 200 تا نمونه که حالا مثلا 100 تاشون سالم و 100 تاشون بیمارن 10,000 تا ژن رو بررسی می‌کنی. این اتفاقی نیست که در مطالعات روتین آماری و در مطالعات روتین زیستی بیفته. معمولا تعداد متغیرها تعداد نمونه‌ها کمتره. یا اینکه اینجور مطالعات از اونجایی که سعی میشه که تمام اطلاعات موجود توی سطح خاصی به دست بیاد، متعاقبش نویز هم وارد میشه و اینکه بتونیم نویزها رو از توی داده‌های صحیح خارج کنیم روش خاص خودش رو نیاز داره و از این قبیل چالش‌های مختلف دیگه ای که اینجور داده‌ها دارن و در واقع روش تحلیل خاص خودشون توسعه پیدا کرده
یه قسمت‌های عمده‌ای از تکنیک‌های مختلف اومینک با هم دیگه این روش‌ها مشابهت دارن و همپوشانی دارن، اما یه قسمت‌های مختص هر کدوم از مطالعات اومینک با هم دیگه متفاوته. تو این اسلاید سعی می‌کنم قسمت‌هایی که همپوشانی دارن تو انواع اومینک رو خدمتتون ارائه کنم. بعد اینکه داده‌های خام به دست اومده از روش‌های مختلف اومینک آنالیز شد، نهایتاً به این اطلاعات منجر می‌شه مثلا در مطالعه ژنومیک که فلان ژن وجود داره و این ژن میزانش چه تغییراتی کرده توی گروه‌های مختلف مورد آزمایش ما، یا در مطالعات پروتومیکس به همین ترتیب متوجه میشیم چه پروتئینی با چه توالی و با چه میزانی تو گروه‌های مثلا سالم و بیمار میزانشون دتکت شده و میزانشون چه تغییراتی کرده، یا همین ترتیب برای مطالعات متابولومی. در مرحله بعدی به عنوان مثلا متوجه میشیم که بین دو گروه ما که مثلا تو مطالعات پروتومیکس مثال میدم خدمتتون، تو مطالعات ژنومیکس که 10,000 تا ژن به عنوان مثال مورد مطالعه قرار دادیم، از این 10,000 تا ژن که تو دو تا گروه مورد مطالعه قرار گرفت، 200 تا ژن هستن که بیانشون متفاوته، یعنی یا تو در گروه 1 میزانش افزایش پیدا کرده یا در گروه 2. خب این 200 تا ژن برای اینکه بفهمیم که این 200 تا ژن چه ارتباطی داره با فنوتیپ، باید بریم عملکرد تک تک اینا رو مطالعه بکنیم و در واقع بتونیم توجیهات یا تفصیلات منطقی مرتبط با فنوتیپی که مشاهده میکنیم به دست بیاریم. قبل از این کار نیازه که رفتار یا پروفایلی که از در مورد این ژن‌ها یا پروتئین‌ها به دست اومده و اصلی تکنیک‌های خوشه بندی دسته بندی بکنیم و این 200 تا رو بتونیم توی 10-15 تا دسته‌ای که با همدیگه شبیه هستن تقسیم بندی بکنیم تا بتونیم در مورد اون دسته‌ها صحبت کنیم و فنوتیپ رو توضیح بدیم. پس مرحله بعدی کارمون اینه که بعد اینکه دسته بندی کردیم، عملکرد هر کدوم از اون دسته ها رو شناسایی کنیم و توضیح بدیم. طبیعتاً این پیش‌فرض وجود داره که ژن ها یا پروتئین هایی که پروفایل برایشون مشابه همدیگه هستن و توی دسته قرار میگیرن به احتمال خیلی زیاد توی یک فرایند دخیل هستن، یعنی پروتئین هایی که با همدیگه زیاد میشن و با همدیگه کم میشن احتمال زیاد دارن یک کارو انجام میدن که در واقع توی دسته قرار گرفتن، پروفایلشون شبیه هم دیگه است. برای همین برای هر کدوم از اون دسته ها میتونیم جداگونه عملکرد رو پیدا بکنیم تا بتونیم فنوتیپ رو توضیح بدیم. توی این تصویری که شما مشاهده میکنین، اساس این مطالعه ژنومیک که در واقع مطالعه ماکرو اری، میزان یک سری از ژن ها میزانشون اندازه‌گیری شده در 13 فرد مختلف. اینجا سامپل ها هستن، اینجا ژن ها. خب این نموداری که مشاهده می‌کنید تحت عنوان کلی هیت مپ شناسایی میشه. به این معنی که مقادیر مرتبط با متغیرامون که اینجا ژن‌ها هستن به وسیله رنگ نمایش داده میشه. مقادیری که کم شده و خیلی کمه با رنگ سبز رنگ و مقادیری که خیلی زیاده با رنگ قرمز رنگ و یه طیف رنگی از سبز تا قرمز تشکیل میشه که مقادیری که مقدارشون تغییر نکرده و صفر با رنگ سیاه رنگ نمایش داده میشه. بعد تعداد زیادی از ژن ها که بیانشون متفاوت و متمایز بوده تحت عنوان differentially expressed ژن هم شناخته میشه یا به صورت اختصاری به صورت دگ. دوباره تاکید میکنم که از اون 10,000 تا ژنی که مثلا در این مطالعه ماکرو اری مورد مطالعه قرار گرفته با یه سری آزمون‌های آماری، حالا انواع مختلف آزمون‌های تیتس، آنووا، منلیتنی یا غیره یا هر کدوم تو شرایط خاصی ازشون استفاده میشه، دگ‌ها شناسایی میشن که اینجا به وسیله یک نمودار هیت مپ دگ‌ها مقادیرشون با رنگ نمایش داده شده. تو مرحله بعدی مرحله خوشه بندیه. مرحله خوشه بندی چیکار میکنه؟ توی این مرحله در واقع دگ ها رو دسته بندی میکنیم که حالا توی این مطالعه دگ ها به 10 تا دسته یا خوشه تقسیم بندی شدن که هر کدوم از این خوشه ها رفتار مشابهی داشتن از لحاظ پروفایل بیانی. پروفایل بیانی رو توی این قسمت مشاهده میکنیم. به عنوان مثال خوشه A پروفایل بیانیش به این صورته که تا یه میزانی به صورت متوسط به این صورته که تا یه زمانی یا توی نمونه های میزان تغییر نکرده، تو بعضی از نمونه ها با همدیگه کاهش پیدا کرده، تو بعضی از نمونه ها یه مقدار افزایش پیدا کرده. حالا این نمونه ها که خدمت شما کردم میتونه نمونه ها به صورت تایم سریز طراحی بشه، یعنی مثلا شما یک داروی رو به یه سلولی وارد می‌کنید و توی زمان‌های مختلف اثر اون دارو بررسی می‌کنی، اثر دارو به چه صورت، به این صورت که بیان ژن‌های مختلف رو
توی اوقات تایم پوینت ها یا نقاط زمانی مختلف مطالعه میکنی، یا اینکه نه دو تا گروه سالم و بیمار دارین و مثلا مشترک تو گروه های تو افراد سالمیت که مثلا این چهارتای اولی هستن، این ژن ها با همدیگه توش میزانش خیلی تغییر نکرده، اما تو افراد بیمار این میزان کاهش پیدا کرده. یعنی به کمک این پروفایل بیانی ما این دسته بندی رو انجام میدیم. در واقع خوشه بندی که اینجا خدمتتون عرض کردم یا کلاسترینگ به کمک اطلاعات بیان ژن اتفاق میفته، یا بیان پروتئین یا حتی متابولیت. خب این 11 تا خوشه یا دسته که اینجا مشاهده میکنید میانگین رفتارشون هم تو این نمودارها نمایش داده شده، یه عده زیادی کاهش پیدا کردن، یه عده افزایش داشتن. حالا افزایشی ممکنه توی در واقع توی شرایط مختلف یا زمانهای مختلف اتفاق بیفته که باعث شده که در واقع این جنها با همدیگه توی دسته قرار بگیرن به خاطر اینکه پروفایلشون شبیه به همدیگه بوده. در گام بعدی برای هر کدوم از این دسته ها که حالا ما یه اطلاعاتی داریم که همشون یه جا ثابت موندن بعد کم شدن، یا برعکس توی نمونه‌های اولی افزایش پیدا کردن بعد ثابت موندن، برای هر کدوم از اینا میایم عملکردشون رو در واقع پیدا میکنیم، پیش بینی میکنیم و اون عملکرد رو با این پروفایل با همدیگه تطبیق میدیم که آیا مثلا این عملکرد توی نمونه ها افزایش پیدا کرد به چه معناست، ثابت موند به چه معناست، آیا کاهش پیدا کرد به چه معناست. برای اینکه عملکرد پیدا بکنیم نیازمند یه سری روش ها تحت عنوان جرانتولوژی هستیم که جلوتر خدمتتون توضیح میدم. قبل از اون میخوام یه سری از نکاتی که باعث میشه ما در واقع منشأ خطا یا تنوع در داده آزمایشگاهی اومیک قلمداد میشن و خدمتتون اشاره کنم. تو این اسلاید در مورد ژنومیک، یکی از منابع تنوع یا اینکه ما این تفاوت رو بین نمونه ها مشاهده میکنیم مربوط میشه به آماده سازی نمونه و تنوع زیستی. خب این قسمت با مطالعات غیر اومیک هم همپوشانی داره. در واقع اگه ما گروه بندیمون گروه بندی خیلی خوبی نباشه، به عنوان مثال اگه گروه بیمار ما همه بیمارا توی استیج مشخصی از لحاظ پاتوفیزیولوژی قرار داده نشن و اونا رو ما توی گروه قلمداد بکنیم، یا افراد سالم ما افرادی باشن که حالا تو گروه های سنی مختلف باشن، این باعث میشه که خب ما یه تنوع زیستی داشته باشیم. اونجا که هیچ دو فردی مثل هم نیستن لاجرم ما تنوع زیستی رو داریم، اما باید سعی بشه گروه بندی اونقدر خوب انجام بشه که در واقع این عوامل مداخله گر منجر به بایاس میشن و باعث تنوع تو داده ها میشن به حداقل ممکن برسه. یکی دیگه از منشأهای تنوع در داده های ژنومیک تعداد پراب هاست. خب توی پلتفرم های مختلف مخصوصا حالا توی اوایلی که این تکنولوژی توسعه پیدا کرد، خب برای یک ژن یه دونه پراب میذاشتن، اما بعدها پراب ها رو مختلف توی جای مختلف اسلاید پخش کردن تا بتونن در واقع به دسترسی پراب ها به یا دسترسی دی ان ای به پراپای خودش یکسان باشه و در واقع عوامل مداخله‌گر فیزیکو شیمیایی باعث نشن که خطا ایجاد بشه در داده‌های آزمایشگاهی. اگر خب تعداد پراپای مرتبط با یک ژن بیشتر از تعداد پراپای دیگه باشه، به صورت ساختگی و مصنوعی ما دتکت می‌کنیم که بیان اون ژن افزایش پیدا کرده، در صورتی که افزایش پیدا نکرده ما نشانگرایی که می‌تونه اون رو شناسایی کنه افزایش پیدا کرده و در موجود زنده آقا اون میزان اون mRNA یا cDNA با بقیه ژن تفاوتی پیدا نکرده. این هم قسمتی که باید مرتبط میشه با پلتفرمی که استفاده میکنه باید بهش دقت بشه. یکی دیگه از مواردی که باید بهش دقت بشه وجود واکنش متقاطع بین پراپا یا کراس ریاکتیویتی. که اینم توی در واقع مطالعات ژنومیک باید بهش دقت بشه که در واقع اینا نویزهایی هستن که ممکنه اشتباهاً به عنوان تنوع بین گروهامون تلقی بشن. و اینکه آیا ما از تراشه‌هایی که استفاده می‌کنیم در واقع به اون شیشه‌هایی که خدمتتون عرض کردم پراپا روش کد شدن تحت عنوان چیپ یا تراشه شناخته میشن؟ خب این چیپ‌ها اگه از شرکت‌های مختلف باشه یا از یه شرکت باشه با تکنولوژی‌های مختلف میتونه در واقع منشأ تنوع و خطا در داده‌های ژنومیک باشه که به این مثلا باید دقت بشه. و در آخر نرم افزارهایی که استفاده می‌کنیم برای اینکه نویزها رو حذف کنیم و ژن‌ها شناسایی کنیم و دگ‌ها رو پیدا بکنیم، این نرم افزارهای مختلف الگوریتم‌های مختلف دارن که خب این هم می‌تونه موجب تنوع بشه تو انواع داده‌ها که توی یک مطالعه ژنومیک کامل باید به این نکات مختلف دقت بشه تا تنوعات
ناشی از خطا و نویز کاهش پیدا بکنن و ما چیزی که مشاهده میکنیم تفاوت پروفایل های مشاهده میکنیم این تفاوت مستقیما مرتبط باشه با تفاوت فنوتیپی که گروه بندی بر اساس اون شکل گرفته. به همین طریق در مورد متعدد پروتومیک مواردی داریم که موجب ایجاد تنوع و خطا در داده ها میشه. از جمله نمونه اولش، مورد اول همون مورد آمدسازی نمونه و تنوع زیستی که مشابه با متعدد ژنومیک. یکی از مواردی که مختص متعدد پروتومیکه، مخصوصا اون استراتژی پروتومیک که تحت عنوان باتم آپ پروتومیک شناخته میشه که توی اسلاید خدمتتون توضیح دادم، مرتبط با تعداد پپتاید ها. همون توی خدمتتون عرض کردم توی این استراتژی پروتئین ها قبل از اینکه وارد مس بشن و امبزیشون شناسایی بشه خورد میشن به پپتاید ها و خب کامپلکسیتی سیستم افزایش پیدا میکنه. در مورد 100 تا پروتئین اطلاعات پیدا کنیم، وقتی که اینا خورد میشن اون 100 تا ممکنه به 2000 یا 5000 تا قطعه تبدیل بشن که ما بعد اون قطعات رو پیگیری کنیم تا برسیم به اینکه تک پروتئین که توی این مجموعه هسته چه تغییراتی داشته میزان بیانش. خب یکی از قسمت‌هایی که منجر میشه که ما حالا اطلاعات دقیقی نشاشیم همین قسمت هضم پروتئینیه که حالا استراتژی تاپ داون پروتومیک سعی کرده یه جورایی از این مورد یه جورایی رد بشه و در واقع این منشأ خطا رو حذف بکنه، از این جهت که توی فرآیند هضم آنزیمی که معمولا با آنزیم تریپسین هم اتفاق میفته این مشکلات رفع بشه. یه مشکل دیگه که مختص مطالعات پروتئینیکه وجود پروتئین های های اباندنس یا بسیار فراوانه. بسته به نمونه زیستی که ما داریم مورد مطالعه قرار میدیم بعد از پروتئین ها به میزان زیادی وجود دارن. به عنوان مثال در سرم انسانی پروتئین آلبومی مقدارش خیلی خیلی بیشتر از بقیه پروتئین هاست. اگر ما این پروتئین های های اباندنس رو حذف نکنیم از سیستم باعث میشه که پروتئین هایی که لو اباندنس هستن و مقدارشون کمه با توجه به حساسیت روش مسس پروتئینی شناسایی نشن و اصلا پروتئین یون هاشون دیده نشن و دتک نشن، به خاطر اینکه یون های مرتبط با پروتئین های اباندنس انقدر افزایش پیدا کردن که یه جوری اونها رو میپوشونن. این مسئله در مورد بسته به نمونه که ما استفاده میکنیم حائز اهمیته. و مثلا در مورد آلبومین نمونه‌های سرم خب این مسئله مشاهده شده. اگه مثلا پروتئومیک حشرات رو می‌خوایم مورد مطالعه قرار بدیم پروتئین کیتین های اباندنس. اگه می‌خوایم در مورد پروتئومیک گیاهان یا دیگر موجودات صحبت کنیم پروتئین‌های دیگه‌ای وجود دارن که های اباندنس هستن و باعث میشه که ما لو اباندنس ها رو اطلاعاتشون از دست بدیم و دتکتشون نکنیم. و یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که در مطالعات پروتئومیکس لحاظ میشه این مسئله است که ما تو روش فرکشنیشنمون سعی کنیم که پروتئین های اباندنس رو حذف کنیم یا میزانشون رو تا حد جایی ممکن کم کنیم تا به این ترتیب از بقیه پروتئین هایی که وجود دارن در اون سیستم اطلاعات کمی یا تعیین هویتی به دست بیاریم. مورد چهارم مورد نرم افزارها و معیارهای حذف نویز از داده‌های پروتومیک. خب چون داده پروتومیک ماهیت متفاوتی دارن، اما خدمتتون به صورت شماتیک نشون دادم پیک هایی هستن که این پیک ها آیتم در واقع بر اساس شدتشون و امبزی که به دست میاد پی به توالی پروتئین میبرن. خب ممکنه نمونه ما حالا با توجه به سمپل فیلتریشنی که داشتیم یون های وارد مس بشن که یون ها مرتبط با نمونه نیستن یا اگه هستن مرتبط با پروتئین های نمونه نیستن، مرتبط به یون های در واقع نمکی و غیره میشن و اینا باعث میشن که ما نویزای خاص خودش رو در واقع نویزایی که مرتبط با مطالعات پروتومیک هستن متفاوت با نویزه با ژنومیک و نرم افزارهای متنوع و مختلفی وجود دارن که میتونن این نویزا رو حذف کنن که این تنوع باز خودش باعث منشأ تنوع و خطا در داده‌های پروتومیک و مقایسه اونها با هم دیگه میشه. خب همونطور که اشاره کردم خدمتتون در مورد یافتن عملکرد ژن ها بر اساس ژنتولوژی یا هسته شناسی ژنی، این کار تحت عنوان حاشیه نویسی یا گزارمان نویسی یا تحت عبارت انگلیسیش انوتیشن ژن ها نامگذاری کردن. هسته شناسی ژنی در واقع ترجمه برای عبارت ژنتولوژی، حاشیه نویسی یا گزارمان ترجمه بوده انوتیشن. خب اصلا هستی شناسی ژنی به چه معناست؟
جرانتولوژی یا هستی شناسی ژنی در واقع یک لغتنامه یا دایره المعارفیه که لغات عبارات زیستی به صورت ساختارمند داره یک ساختار سلسله مراتبی جهتدار درونش قرار گرفته. به عبارت دیگه، اولا که لغاتی که در این دایره المعارف قرار گرفتن سعی شده بهترین لغت برای یک مفهوم استفاده بشه. دوباره اینکه هر کدوم از این لغاتی که در اون دایره المعارف هستن با لغات دیگه دارای ارتباط معنایی مفهومی هستن که در واقع از این ارتباط ما میتونیم مفاهیم زیادی رو استخراج کنیم. چی شد که به فکر هستی شناسی ژنی افتادن؟ وجود یه سری از مشکلات بود، از جمله اینکه کلا زبان، حالا زبانی که محققین ازش استفاده میکنن برای توصیف سیستم های زنده، یه سری بی‌ثباتی ها یا اینکانسیستنسی هایی داشت. از جمله مواردی داشتیم که چند تا اسم برای یک مفهوم استفاده میشد. به عنوان مثال عبارت هایی داشتیم از جمله این که ساخت گلوکوز. یه سری محققین دیگه بودن به جای گلوکوز سینتسایزیز استفاده میکنن از این عبارت. دقیقا همون مفهوم و منظور محقق بود اما با بایوسین. یا عبارت تشکیل گلوکوز یا همون معنی ساخت استفاده میشه. یا عبارت گلوکوز آنابولیس یا عبارت اما این پنج عبارتی که شما اینجا مشاهده میکنین مفهوم محققینی که استفاده کردن یک مفهوم بیشتر نموده و اون هم تشکیل مولکول گلوکوز از یک سری از مولکولهای پیشزاد از پیروات گرفته تا دیگر مولکولها تشکیل یک مولکول گلوکوز میدن. خب این مشکلی ایجاد میکنه برای محققین، برای اینکه شما به مورد فانکشن ژن ها صحبت کنی، اینکه واقعا از کدوم از این عبارت ها استفاده بکنی خودش مسئله حائز اهمیتیه. مواردی هم وجود داشته که برای چند مفهوم یک اسم وجود داره. به عنوان مثال، مثالی که شاید یه موقع غیر زیستی هم باشه، شما عبارت سل یا اسم سل به موارد مختلفی اختصاص داره. از جمله سل به در واقع سل باتری الکتروشیمیایی سل میگن، تو مباحث اجتماعی زندان سل میگن، سلول زندان، یا تو مباحث مرتبط با مخابرات به سلفون داریم. ما یه سلی هم داریم که منظور زیست شناسه و سلول های زنده است. خب اینجور بی‌ثباتی ها باعث شد که ما در واقع محققین به فکر تشکیل یک دایره المعارف باشن که عباراتی که توش میان عبارات یونیکی باشن و اون عبارات مورد توافق همگان باشن تا برای توصیف عملکرد ژن ها پروتئین ها استفاده بشن. از طرف دیگه تو مواردی که مثلا داده های اومیک که اشاره کردم خدمتتون، ما عنوان مثال ژن های دگمون حدود 100 تا ژن هستن یا حتی بیشتر، ما میخوایم برای اینا عملکرد یا تعریف کنیم. کاری که میکنیم بحث خوشه بندی بود، توی خوشه که ممکن خوشه های مختلف تقسیم میشه و تو هر خوشه ممکنه تعداد زیادی از ژن باشه، 50 تا یا باز هم حدود 100 تا ژن وجود داشته باشه. ما اینکه بتونیم یه دونه عملکرد به این دسته اختصاص بدیم، قطعا خب اون کاری که بریم دونه دونه برای هر کدوم از این ژن ها بگردیم، بعد داده ها رو جمع کنیم، چجوری این داده ها با هم دیگه تجمیع کنیم، یه کاری به صورت دستی، یه کار غیر ممکنی و بسیار سختیه که ممکنه خطای زیادی هم توش ایجاد بشه. خب ما نیاز داشتیم یه دایره المعارفی که غیر از اینکه ترماش استاندارد باشن، قابلیت جستجو تو این ترما باشه و با یه منطقی که بتونیم برای تعدادی از ژن ها واسطه الگوریتم‌های بیوانفورماتیکی یه عملکردی پیدا کنیم که بعد اینا رو با هم دیگه تجمیع کنیم تا بتونیم در واقع یه عملکردی رو به این مجموعه از ژن‌ها که یه پروفایل بیانی مشابهی دارن نسبت بدیم. مشکل دیگه این که با وجود توسعه روش‌های اومیک مختلف، اطلاعات زیادی در سطوح مختلف زیستی به دست اومد که هر کدوم از این اطلاعات باید آنالیز می‌شد و مجموعه زیادی از این داده‌ها باید براش انوتیشن اتفاق می‌افتاد و عملکرد هر کدوم مشخص می‌شد. با حجم داده اینقدر زیاد بود و به صورت های تروپوت پربازده به صورت اوتوماتیک داده تولید می شود، نیاز هستش که یه روش اوتوماتیک انوتیشنی هم
در واقع لینک بشه، مرتبط بشه با این روش تولید داده تا بتونه کار انوتیشن رو انجام بده. خب نیازمند یه دوره همون بحث الگوریتم بی انفورماتیکی که بتونه با یه ساختار استانداردی کار کنه و این انوتیشن رو انجام بده. از طرف دیگه مولکول‌های مشابه، پروتئین مشابه تو موجودات مختلف بر اساس فیلد محققین که اون زمینه کار می‌کردن اسامی متفاوتی گرفتن و به عنوان مثال یک آنزیم توی ایکولای، توی مخمر، توی انسان اسامی متفاوتی داشته، گرچه همه‌شون یه واکنش کنترل می‌کردن تو موجودات مختلف. برای این کارم نیاز بود که دایره معارف ما استانداردسازی بشه. از این جهت یک کنسرسیومی تشکیل شد و جرونتولوژی به عنوان یک دایره معارف کلی ساخته شد که روزافزون هم در حال تکمیل شدن و آپدیت شدنه. ساختار جرونتولوژی میتونیم به سه دسته عمده تقسیم بندی کنیم. در واقع ساختاری که تو اون کنسرسیوم ریخته شد و مورد توافقه این که برای هر کدوم از محصولات ژن‌ها و خود ژن‌ها بیایم سه دسته اطلاعات به دست بیاریم. دسته اول میگه که این ژن در واقع تو چه فرایندی دخیله و چه فرایند زیستی رو کاتالیز میکنه و توش مؤثره. دسته دوم میاد در مورد این که این ژن دقیقا از لحاظ مولکولی چه فانکشنی انجام میده، بایندینگ در محصول ژن، پروتئینش کار بایندینگ انجام میده، آنزیم، سویچه، در واقع به یونهای نمکی میچسبه. بیان از اطلاعات مولکولی دقیق تری رو در مورد اون محصول ژن به دست بیاریم و اینکه اصلا این ژن در کجای سلول قرار داره، رو سطح غشای داخل هسته است. به این طریق بتونیم این حاشیه ها یا این گزارمان ها رو در مورد محصولات ژن ها و ژن ها به دست بیاریم. بنابراین جرونتولوژی به سه دسته عمده تقسیم بندی شد. به عنوان مثال تو این تصویری که میبینید در مورد کمپلکس 4 زنجیره انتقال الکترون سه دسته اطلاعات داریم. یکی بحث جایگاه سلولی یا سلولار کامپوننت که میگه که در واقع در غشای داخلی میتوکندری قرار داره این پروتئین. دسته دیگه بایولوژیکال پروسس یا فرآیند زیستی که اشاره داره به این که این پروتئین در فرآیند انتقال الکترون دخیله. و دسته سوم که مربوط به فانکشن مولکولی و عملکرد مولکولیه به صورت دقیق میگه که در واقع فعالیتی که این پروتئین داره مونواکسیجنات اکتیویتیه. حالا واکنش هم اینجا مشاهده میکنیم. پس ما برای این پروتئین سه دسته اطلاعات داریم. اطلاعاتی که در واقع در باره جایگاه سلولی، فرآیند زیستی و عملکرد مولکولی اون پروتئین رو توصیف میکنه و خب توی دیتابیس جنتولوژی همچون گفتم دیتابیس استاندارده که بتونه قابل بازیابی توسط الگوریتم‌های مختلف بیوانفورماتیکی باشه. هر کدوم از این ترمایی که اینجا مشاهده می‌کنید مثلا مایتوکندریا یا اینر ممبران واقعا یک ترم استانداردی برای پروتئین‌های داخل غشایی غشای داخلی میتوکندری. از ترمای متنوع پرهیز شده، یه ترم یونیک برای همچین مفهومی استفاده میشه و توسط یک آیدی که اینجا حالا مشاهده می‌کنیم، یک آیدی که در واقع از اعداد تشکیل شده، از 7 عدد تشکیل شده استفاده میشه برای این مفهوم، همینطور برای بقیه مفاهیم. ویژگی دیگه که ساختار جرونتولوژی داره ارتباط بین ترم ها درون این دایره المعارفه. خب همونطور که میدونی یک سری از ترم های زیستی ترم های کلی هستن. به عنوان مثال تو فرآیند زیستی ممکنه یه فرآیند مرتبط باشه به تو همون مثال قبلی زنجیره انتقال الکترون بخشی از یه فرآیند کلی تر تولید انرژی درون سلوله. ما یه فرآیند کلی تولید انرژی داریم، یه فرآیندی داریم که بحث انتقال الکترونه و حالا جزئی تر که وارد بشیم فرآیندها میتونه زیر مجموعه فرآیندهای بزرگتر قرار بگیره و به همین ترتیب تو این دایره المعارف جرونتولوژی لغاتی که وجود دارن بر اساس اینکه چقدر مفاهیمی که منظور از اون لغات هست مفاهیم کلی تری هستن یا مفاهیم خاص‌تری هستن یه ساختار سلسله مراتبی بینشون برقرار شده که حالا تو این تصویر مشاهده می‌کنیم. مثلا بایولوژیکال پروسس به عنوان یکی از سه دسته انوتیشن‌های جرونتولوژی شامل تمام فرآیندهایی است که در واقع در زیست‌شناسی شناخته شده. خب اینو حالا تو این تصویر شماتیک به دو دسته تقسیم بندی شده: سلولار پروسس، متابولیک پروسس. خب همونطور که می‌بینیم ما یک سطح اومدیم پایین‌تر. یک سطح که اومدیم پایین‌تر اطلاعات ما یه مقدار جزئی‌تر شده. از عبارت کلی بایولوژیکال پروسس به دو تا عبارت جزئی‌تر رسیدیم. به همین ترتیب این مسیر رو وقتی که ما ادامه بدیم اطلاعات جزئی و جزئی‌تر و خاص‌تر میشه تا اینکه مثلا به این عبارت میرسیم که energy derivation by oxidation of organic compound. این فرآیند زیستی یک فرآیند کاملا جزئیه که زیر مجموعی از فرآیندهای کلی‌تریه که تو این مسیر شما مشاهده میکنید. تو این ساختار سلسله مراتبی ارتباط بین عبارات جهت داره، همونطور که اینجا مشاهده می‌کنی
از کلی به جزئی جهت گذاشته شده و توی این ساختار سلسله مراتبی هیچ دوری مشاهده نشده. یعنی اگه اینو به صورت یک گراف در نظر بگیریم که نوت‌های اون عبارات جرانتولوژی هستن و یادها ارتباط بین اون عبارات، ارتباط مفهومی، این گراف تحت عنوان گراف دگ شناخته میشه. یا directed acyclic گراف به این معنی که داخل این گراف اولا یادها جهتدار هستن و هیچ دوری ما مشاهده نمی کنیم، acyclic هست. احتمال داری که برای یک ترمی که در سطح اطلاعات جزئی در موردش داشته باشیم، این مثل این موردی که شما اینجا مشاهده می کنیم، زیر مجموعه دو تا عبارت کلی تر باشه. به عنوان مثال کربوهیدرات متابولیک پروسس زیر مجموعه پرایمری متابولیک پروسس و ماکرومولکول متابولیک پروسس هست. این اتفاق هم میفته، اما خب دور ما شاهد نیستیم. به این معنی که ساختار سلسله مراتبیه. من به عبارتی که اطلاعات جزئی تر و اختصاصی تر رو داره بتونه در واقع شامل عبارات کلی تر باشه، این یال غلطیه. این ساختاری که درون این دارتو معرف جنتولوژی طراحی شده به این ترتیب، شما اگه یه مجموعه ژن داشته باشی که بخوای فانکشن اونها رو بررسی بکنی، با استفاده از انوتیشنی که در مورد اونها موجوده و انوتیشنی که میشه پیش بینی کرد، به عنوان مثلا توی دسته ای از ژن‌ها که تو اون اسلاید قبلی خدمتتون نشون دادم که بعد از خوشه بندی متوجه شدیم که یه پروفایل مشخص به این شکل دارن، خب نشون میده که اینا چون با هم دیگه همه جا به یک صورت رفتار کردن، احتمالاً یه کار مشترک می‌کنن. اگه از مجموعه ژن‌هایی که توی این خوشه قرار دارن، فقط مجموعه 20 ژنی که اینجا قرار داره، ما در مورد 15 تا ژنش اطلاعات داریم و این اطلاعات ما حتی تا پایین‌ترین سطح جزئیات دایره المعارف ژنتولوژیمون، یعنی عبارات جزئی هم موجوده، اما در مورد 5 تاشون اطلاع خیلی نداریم. اولا که به وسیله این دایره المعارف می‌فهمیم که این 15 تا ژن چه عبارتی توشون بیشتر غنی شده یا انریچ شده، که این کار توسط آنالیزی تحت عنوان انریچمنت آنالایزر انجام میشه. توی آنالیز انریچمنت یا غنی سازی بررسی میشه که این مجموعه ژن هایی که ما داریم چه ترم هایی بهشون اختصاص داده شده و نسبت این ترم هایی که به این ژن ها اختصاص داده شده نسبت به ژن هایی که خارج از این مجموعه هستن، آیا به صورت معیاری افزایش یا کاهش داشته، که اگه وجود داشته باشه میتونیم نتیجه بگیریم که ترم هایی هستن که واقعا اختصاصی این دسته هستن. و اگه در مورد بعضی از افرادی که درون این دسته هستن، افراد منظورم ژن ها یا پروتئین هاست، درون این دسته هستن اطلاعاتی نداشته باشه، از اونجایی که برای اکثریتشون میتونیم یه اطلاعاتی به دست بیاریم و اونجایی که پروفایل بیان نشون دهنده عملکرد مشابهی، میتونیم در مورد بقیه افرادم اول اظهار نظر کنیم و بگیم که اینا هم چه فانکشنی داشته باشه. در واقع به استفاده از جرانتولوژی علاوه بر اینکه ما میتونیم غنی‌سازی انجام بدیم و نتیژه بگیریم که یک خوشه از ژن‌هامون که رفتار مشابهی دارن چه عملکردی دارن، در مورد ژن‌هایی که اطلاع در موردشون کمه و ناشناخته هستن میتونیم پیش‌بینی‌های انجام بدیم که خودش حائز اهمیت. در آخر به عنوان خلاصه این نکات خدمتتون عرض می‌کنم که به کمک فناوری‌های پربازده یا های تروپوت میتونیم به صورت خودکار تعداد زیادی از متغیرهایی که در پاسخ به تغییرات محیطی مثل بیماری یا تیمارهای دارویی یا تنشهای مثل خشکی در گیاهان و غیره ایجاد میشه، در مورد اونا اطلاعات به دست بیاریم و اونا رو در واقع بررسی بکنیم. به عنوان مثال به کمک فناوری ژنومیک میتونیم تغییرات در سطح ژنوم و یا اپیژنوم mRNA ها یا DNA بررسی بکنیم و ارتباط اونو با فنوتیپ پیدا بکنیم. از طرف دیگه از اونجایی که این تکنولوژی ها شرایط خاص خودشون دارن، باید با جزئیاتشون آشنایی داشته باشیم، خصوصا افرادی که از واقع پیش زمینه های غیر زیستی وارد مواد سیستم بیولوژی میشن، باید یه کلیاتی در مورد اما روش اومیک یا اون روش اومیکی که دارن از داداش استفاده میکنن به دست بیارن، چون تکنیک های خاص مرتبط با حذف نویز و آنالیز داده داره که حائز اهمیته. در واقع ما مجموعه زیادی از داده ها داریم که باید از این داده ها اطلاعات به دست بیاریم و از این اطلاعات دانش زیستی به دست بیاریم. این مستلزم اینی که علاوه که آشنا باشیم با روش های آماری مختلف، روش های محاسباتی مختلف، دانش زیستی مورد نیاز و کافی داشته باشیم تا بتونیم از این داده ها
دانش رو به دست بیاریم و رویکردهای مختلف بیوانفورماتیکی برای استخراج داده‌های زیستی اهمیت داره، از جمله بحث جنانتولوژی یا هسته‌شناسی ژنی که توی ارتباط بین اتفاقات مولکولی و فنوتیپ‌هایی که ما مشاهده می‌کنیم که به ما خیلی کمک می‌کنه.